سلام و وقت بخیر. شما بیننده برنامه آخر خط از دور هستید. آمادگی ها برای گفتگوی نمایندگان امریکا با هیئت حکومت سرپرست در قطر، آیا این دیدار زمینه را برای برسمیت شناسی فراهم خواهد کرد؟ توماس وس و رینا امیری، نمایندگان امریکا در امور افغانستان، قرار است در قطر با هیئتی از حکومت سرپرست بر ریاست امیرخان متقی دیدار و گفتگو کنند. سخنگوی وزارت خارجه حکومت سرپرست در رشته توییت نوشته است که برای حکومت سرپرست در این مذاکرات حذف تحریم ها، لست سیاه و آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان و بحث نقض حریم هوایی افغانستان در اولویت قرار دارد. این وزارت افزوده است که نمایندگان آمریکا در دوحه با هیئت از نمایندگان حکومت سرپرست و متخصصان وزارتخانه های کلیدی افغانستان دیدار خواهند کرد تا در مورد منافع حیاتی در افغانستان گفتگو کنند. این دیدار در حال انجام می شود که چند پیش مک‌کال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای که به آنتونیو بلینکن وزیر خارجه این کشور نوشته بود که به او شدت مخالف سفر مقام های آمریکایی به افغانستان است. مک‌کال گفته بود که این جلسات هفتگی فراتر از نیاز ایالات متحده در تعامل با حکومت سرپرست است. حال پرسش این است که این نشست برای حکومت سرپرست چقدر مهم است؟ آیا دو طرف توافق خواهند کرد؟ آیا این دیدار می تواند معضل کنونی را در افغانستان حل کند؟ و آیا این نشست می تواند مسیر نامعلوم حکومت سرپرست را معلوم کند؟ این و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث می پرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هر یک: محمد اسحاق قطمر، استاد دانشگاه، محمد سلیم پیگیر، رئیس حزب متحد فکری افغانستان، و تا لحظات دیگر آقای عبدالصادق حمیدزوی، آگاه مسائل سیاسی در این بحث با ما اشتراک خواهند کرد. تشکر مهمانان عزیز. میخوایم بحث را با آقای عطمر آغاز بکنم که آیا این نشست برای حکومت سرپرست مهم است؟ تشکر. سلام بر شما، سلام بر جناب پیگیر صاحب و حمیدزای صاحب و مقسم تمام بیننده عزیز ما. سپاس. علیکم سلام. عرف مذاکراتی است که پیش از اینکه مذاکرات یا کدام نشست صورت میگیره، اونجا باید آجنده معلوم باشه. همین چیزی که شما گفتین، هدف از این ملاقات از طرف حکومت طالبا یک چیز است و از طرف امریکایا چیز دیگه است. من فکر میکنم تا هنوز که اینا نتانستن یک آجنده مشخص تعیین بکنن و روی اون موضوعات اینا بحث میکنن، یا مثل امون نشستای گذشته وری دستاورد نخواد داشت. یکی که خود امریکایی‌ها در تماس بسیار نزدیک و غیر مستقیم حتی در سطح استخبارات با طالبا قرار دارن و طالبا را حمایت میکنن. این چیز است که آف در ریکارد است، یعنی چیز است که در رسانه ها و در مطبوعات را نمی بینیم، ولیکن عملا ای را ما حس می کنیم و برخورد امریکایی ها در این قسمت گنگ است و اونا صرف بخاطر از اینکه وقت ضایع بکنن و موضوعات را مطرح بسازن که افغان ها به او خوشباور باشن و افغان ها سرزوی تو فکر بکنن که گویا امریکایی ها بسیار علاقمند هستند که موضوع افغانستان حل میشه و یا مشکلی که در افغانستان است به این نقطه پایان گذاشته میشه، در حالی که چنین نیست. این مناسبات مناسبات استراتژیک است، مناسبات استخباراتی است و اهداف بسیار طولانی مدت است و آقای وستم که گایان قره میره و گای استانبول میره و گای ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان میره و اینا سفرهای را بجز از اینکه اینا ذهنیت های مردم آرامش بتن و ای که امو تا اندازه ایتو نشان بده که گویا امریکایی ها در صدد حل قضایای افغانستان است، هیچ دستاورد هم نه در دو سال داشتن و نه قبل از او دارن و نه اصلا اینا در پی از این هستن که این مشکلاتی که مردم افغانستان از او رنگ میبرن به اون نقطه پایان بگذارن. بله، ولی آقای مردری، نشست اولویت ها بر روی
ذخایر پولی که در ایالات متحده حالا منجمد شده، حذف تحریم هاست، لست سیاس و همچنان حریم هوایی افغانستان قرار دارد در اولویت. فکر میکنن که این گزینه ها برداشته خواهد شد از سوی ایالات متحده؟ من به یقین دستم که ایالات متحده اول از تعامل شروع میکنه، می دید و بازدیدهایشان دفته یک دفعه دو دفعه در قطر و در دبی به این معناست که اینا خواستار از این روابط هستند. و بالاخره امریکایی ها طالبان را اول تعامل و بالاخره به رسمیت هم میشناسه و امکانات برشان میتن. اما این چیزهایی که شما که فکر کنین گیریم که در این مرحله امی حکومت طالبان را اینا به رسمیت هم شناختن، امی ذخایر ارزی بانکی را هم بر از اینا آزاد کنن و امی حریم هوایی را هم اینا تضمین کنن که دیگه مداخله نمی کنن و امی لست سیاه و دیگه چیزی که طالبان می خواهن امی ها را هم قبول بکنن. آیا طالبان حاضر هستن که یک حکومت هم شمول بسازن؟ آیا طالب ها حاضر هستن که دخترها را در وضای تحصیل برویشان باز بکنن؟ آیا طالب ها حاضر هستن که حقوق زنها را آنچنان که در تمام کشورهای اسلامی و در شریعت اسلامی به او اجازه داده شده اجازه بتن؟ که نه. پس البته برداشتم است که ما گفتم که نه، که نمیکنن. طالب هم دو پنج سال گذشته ای کار نکده و حالی هم نمیکنه و میگن هم ایگه که ما به هیچ فشار تن نمیتیم و راستی و مطیر است که به هیچ فشار اینا تن نمیتن. پس امی مذاکرات به کدام معناست؟ اینا چی میخواهن از این مذاکرات؟ هدف چی است؟ زمانی که شما میبینین طرف مقابل یک قدم عقب نشینی نمیکنه و سر موضع خود قائم است، پس دلیلی که شما مذاکره میکنین و امیدوار میسازین مردم چیست و دستاورد شما چی خواهد؟ بله، و احتمالا اگر توافق صورت بگیره آقای اتمر، فکر میکنین که حکومت سرپرست را مشروعیت خواهد داد ایالات متحده؟ یک چیز واضح است. ما همیتو فکر میکنم که قدم به قدم امی فرصت آماده شده میره. ببینین در اول امی ذهنیتی که امروز است در دو سال قبل موجود نبود، ولی امروز میبینیم که اینا بسیار با هم نزدیک هستند و دید و بازدیدشان اصلا تمام از این مسائل در مو توافقات دوحه گنجانیده شده. ما خودم کلمه آقای تام وست ما ملاقات داشتیم. شما به خدا باور بکنین، این را ما بار اول از رسانه ها میگم، شما به خدا باور بکنین که اماقدر موضع طالبان سخت نبود در مورد این خواستای ما که موضع آقای تام وست سخت بود. و ای یک معماست برای مردم. خواسته های آقای تام وست چی بود؟ آقای اتمر خیلی کوتاه اگر بگوین چی خواست داشت که به باور شما انقدر مشکل بود و پرچالش بود؟ ببینین ما امیگر گفتیم برشان که شما در دوحه توافق کردین با مذاکرات بین الافغانی، با آمدن یک حکومت همشمول، با احترام به حقوق بشر، با محدودیت حراس افغانی، هیچ چیزایی که شما باور بکنید که آقای تامس برالاوی که کل از یار رد کرد جدی شد یک قسم گفت که نه ده هیچ جای از او توافقات چیزی گفته نشده و ما تعهدم نکردیم. این حال شما فکر کنید زمانی که خود تام وست از آدرس طالب صحبت میکنن، دیگه شما چطور از اونا توقع دارین که اینا برن باز این مذاکرات باز امی فرصت بر مردم افغانستان مساعد بسازه که تا اینا به آینده امیدوار باشن، دخترهاشان تعلیم کنن، خان زمان دخترها برن در اجتماع حضور پیدا بکنن، در زندگی اجتماعی شامل شوند، شامل دولت باشند، شامل تصامیم باشند. از کجا باز ما باور داشته باشیم؟ برمیگردم آقای اتمر با شما در جریان بحث. تشکر. آقای پیگیر، چقدر مهم است این نشست و این هیئت که بر ریاست امیرخان متقی حالا در قطر است و قرار است گفتگو داشته باشند و اولویت گفتگوها مشخص است که
لستسیاز، حذف تحریم ها، ذخایر بانکی افغانستان است و همچنان موارد دیگه که حریم هوایی افغانستان است. سلام خدمت شما محمدی سر اتمرسه گرامی و بینندگان عزیز تلویزیون شما. ببینید نشستا اگر بگویم مهم است، بازی بعد از اینکه نشستا ختم شود شاید دروغگوی شم، اگر بگویم مهم نیست همچنان. نشستایی که در طول دو سال ما داشتیم همش مهم بوده، ولی چقدر از او ما بهره بردیم، چقدر او را جدی گرفتیم. ما کدیم طول دو سال این نشست ها را میبینیم، اونم چهار پنج موضوع است که حکومت همه شمول، حقوق بشر، مکاتب و کانتو، یعنی چهار پنج موضوع است. ولی بدبختی ما در کجاست؟ اون موضوعاتی که سرش بحث میشه که به مردم افغانستان معلوم نیست. این چیزهاییست که مثلا بعد از هر صحبت های سیاسی، بحث های سیاسی، ملاقات ها، امارت اسلامی افغانستان یک چیز نشته میکنه، جانب که مقابل دیگر چیز نشته میکنه. در اسلامی چیز هر کس به نفع خود و در اصل یک شام راست خود را میگن. کجا موضوعات دیگه است؟ ببینید موضوعات که ما روی پرده های رسانه ها میبینیم این موضوعی است که عام است، ولی باور داشته باشین که تمام مسائل استخبارات های کشور فیصله میکنن، کشورها اونا فیصله میکنن و این تانویست و خانم امیری یا فقط حتی از بسیاری وقتا باور داشته باشین که وزرای خارجه خبر نداره، روانش میکنه یا یک فیلم برداریش میکنن پس روانش میکنن، بعدا خبر شوی که اصلا اون موضوع نبوده. میبین سر موضوعی که در قطر باید ملاقات کنن اینا، این خواهشات که ما داریم درست است که باید پول آزاد شوه و ما را به رسمیت بشناسن از لیست سیاه بفتیم حریم هوایی ما، ولی تاوال امارت اسلامی افغانستان نگفته که در مقابلش اونا چی میخواین. یه خوب بگویم سیاست خو یک چیز رو میگیدی یک چیز رو میگیری، معامله است، چیز میگیدی چیز میگیری. خیلی باید بگن که ما چه آمادگی داریم به این ملاقات، که ما چیزهای بر از اونا باید بتیم، بر از اونا نه بر مردم خود. آیا ما حاضر هستیم در مقابل همین حرفار اگر امریکا قبول بکنه مکاتب آزاد بسازیم، پانتونا را آزاد بسازیم، خانم ها را بانیم که در پارک دقل نفس آرام بکشن و یا کار بکنن؟ ما حاضر هستیم؟ ما یا حاضر هستیم که یک حکومت همه شمول گم که بلده پس یک حکومت مسلکی داشته باشیم؟ هنوز ما نگفتیم. ما خود اقل یک چیزی یک دستاورد گرفته بریم ببینیم یه آقای متقیر به خدا اگر نفت دلم برش میسوزه. میرم که میرم اونم یه گپ هست که میرم اونم حکومت همه شمول جور که بیچاره باز ششم اوسو بده باز میخواه میشه. اینم یه گپ هست اگر نفت باور کنین دلم برش میسوزه. بختر اقت تکراری شد شاید او که وا کمی لبهای خود هنوز به گپ زدن شروع نکنه آقای متقی میفهمه که به من چی میگن. بختر اقت تکراری شد برش. پس اینجا همه چیز دست ماست که ما چقدر آمادگی داریم برای این ملاقات ها. اگر به تو ادامه کنه برو بیا و برو بیا یک باده محمدی صاحب سر مخ سفید است. ببین آمادگی است چون در گذشته هم نشست ها صورت گرفت، بحث ها شد. حالا چی فکر میکنین که این نشست تفاوت چه بزرگ داره که ببین ما از هر نشست آرزو امیدهای بلند داریم، از هر نشست والا اینمی رهبری امارت اسلامی هم که درک میشینن بین خود ما یک
آرزوی بلند میکنیم. یکی بازگرد امریکایی ها میشینه به کلی. ما از او روز میترسون که سر مخ سفید است محمدی صاحب. سرک خودتان سفید باشه و بیشنیم سر این موضوع بز بکنیم، بگویم 40 سال شد که مکاتب برای دختران افغان بسته شده و او دخترک ها رو خدا بیامرزه کلش رفت، حال بیایی که غم کسایی که نو تولد شده غم از اونا رو بخوریم. با بار شما تا 40 سال دیگه هم چالش ها با ببینیم خب من از امی میترسم، از امی میترسم. همه چیز محمدی صاحب خب باور کنین که تمام گری مشکلات مردم افغانستان دست خودشان است. یک ما 24 ساعت دل ما کفت که میکنه پاکستان بکوب، ایران بکوب، روسیه و چین و امریکا و کل گیره میکوبیم نه؟ ولی این رو میفهمیم که در تمام مسائل ملامت خود ماستیم، باور داشته باشیم. همی 100 سال اخیره که انگلیس ها آمده و روس ها آمده و امریکایی ها آمده، تو خدا بدون رهنمایی افغان ها آمدن، اما بدون جواسیس خود آمدن، امی زمینه رو کی برشان مساعد ساخته؟ افغان ها. پس ما تا خود جور نکنیم نی؟ باور کنید که هر روز گله ما از پاکستان است، خوب میکنن. حال هر کس، ما خوش دارم که ایران مربوط افغانستان باشه، پاکستان مربوط افغانستان باشه، بسته آسیای میانه مربوط افغانستان باشه، ما میره خوش دارم و اونا هم خوش دارن و ما میخوایم که حکومت پاکستان یک حکومت باشه که تحت قمندیم باشه، از ایران هم، از تمام. من میخوایم این امریکا رو تسخیر کنم، هر کس میخواه نی؟ ولی اونا مردمش وقت نمیده ما را. ما هستیم که هر روز خدا فروخته را هستیم بر نام رهبر جهاد، رهبر حزب، رهبر هر نام سر خود ماندیم، نختر گرفته میریم، وطن فروخته میریم. پس ایجا باز میم سر موضوع می دوحه تا که ببینیم اگر من آقای متقی باشم، اگر با وجود که فکر میکنم که صلاحیتش بالاست، باور داشته باشه، ولی اون میره بیچاره تحت میده. بله، با عنوان رأس دیپلماتیک هیئت میره آقای پیگیر، فکر میکنین که اینو صلاحیت نداره؟ ببینید خب اینمی آقای متقی را اگر پرسان بکنین دستش سر قرآن بانین قسمش بده که می خودت نمیخوای مکاتب باشه، به خدا میگه میخوایم. تشکر، برمیگرد. پس همراهشان که شیشتیم که بشینی کارش میگن، این کارا باید شود. ولی چرا نمیشه؟ اونمو رو باید روان کنن که جواب جامعه جهانی رو بده که امون جواب بده که بدر این کارا چرا نمیشه. ولی بیچاره خسته شده، به خدا خسته شده. تشکر آقای پیگیر، سپاس گذارستم. آقای اتمر، حالا در 4 مورد که اولویت حکومت سرپرست است، با پیت از ایالات متحده که پس به تحریم هاست، حریم هوایی از ذخایر بانکی و پول منجمد شده است و همچنان لست سیاست، چی فکر میکنین که اگر توافق صورت بگیره حکومت سرپرست در مقابل این خواست ها چی چیزی را خواهد داد؟ عرض بیشتر ما به می بود که حکومت سرپرست یا حکومت طالبان چی میتن که چیزی برای دادن ندارن و دویی که اینمی حالت حفظ میشه برای زی که آلی امریکا چی بسیار شله افغانستان است. من دیگه ایران هستم، وقتی که اگر شما کدام مدای خراب و غلط نداشته باشین ایلا کنن پشت افغان ها را دیگه خون اسکرتان بود کشیدین، 20 سال جنگ بود کنین، افغان ها را کشتین، آلی دیگه چی میخواین از افغانستان؟ خب میبینن که اینا الادادنی نیستن و بخاطر از این الادادنی نیستن که اینا اهداف بزرگتر دیگه را تعقیب میکنن و او رقابت های جهانی شان است، رقابت های منطقوی است و حضور در منطقه است و به هیچ صورت بر امریکا ای شاید ممکن نباشه که اونا منطقه را ترک بگن و از این خاطرم است که اینا با یک توافق با طالبان رفتن که این توافق میبینین که هنوز گنگ است. هنوز مردم میگن، گرچه بازی ها ادا میکنن که هیچ زمینی وجود نداره، ولی که گفته میشه که زمینی هم وجود داره، گفته میشه که برالاوی توافقات که در دو سوره دیرفته بعضی مسائل دیگه هم در بین از اینا
توافق شدن که او رسانه ای نیست. این به این معنی است که امریکا اینجا حضور داره، امریکا اینجا پیسه را وارد میکنه، امریکا حکومت طالبان را نمیمانه که سقوط کنه. از نظر اقتصادی امریکا روابط نزدیک داره، معاون وزیر استخباراتش میره، اینا میرن در دبی میبینن، در قطر میبینن، وزیرا میرن اونجا ملاقات میکنن، در خود دفتر قطر دفتر دو روز سه روز نماینده امریکا که از اینا میشینه. ولی اگر این مسئله نباشه دفتر قطر چی میکنه؟ دو سال است که دفتر قطر فعال است، برای چی؟ طالبان خود امارات هم تصرف کردن و افغانستان هم تصرف کردن، دیگر دفتر سیاسی قطر به کدامان است؟ اگر اینا یک سفارت داشتن خونه باید یک تنها سفارت موجود دیگه. دیگر اشخاص و افرادی که اونجا میره من حیث یک دفتر سیاسی، من حیث یک پایگاه از استفاده میکنی به کدام معناست؟ طبیعی است که اینجا مسائل به اصطلاح مسائل پنهانی موجود است و او ادامه داره و او دور از نظر مردم افغانستان است. بله، آقای اتمر قرار است در این دیدار که جز هیئت حکومت سرپرست است و گفته شده که در باب متخصصان همراه تکنوکرات ها نیز دیدار خواهد کرد. فکر میکنین که این تکنوکرات ها کی ها خواهد بودند؟ عرض به این سگه تکنوکرات ها مو تکنوکرات های 20 ساله جمهوری باشه خب بازم به مفهوم است، اما قدر به معنا است مثل که کسی طالب ها بشیره، اما قدر به معنا است مثل که کسی تکنوکرات ها بشیره. و اگر اینا واقعا میخواهند که یک آدرس برای مردم افغانستان داشته باشند، اول باید اینا اجازه به تنمی آدرس وجود بیارن. اولین کار از اینا ایست اگر امریکای ها بخواهند که اینا واقعا بر مردم افغانستان دل بسوزن، اما افراد مسلکی و متخصص شناسایی بکنن و بر از اینا یک آدرس بده. شما میبینین با گذشت دو سال امی افغان ها سر و به سر و به پای به اصطلاح در کشورها تا بالا میره و هیچ کس صدا از اینا را نمیشنود. در هیچ جای اینا را گپشان شنیده نمیشه. اول باید یک آدرس بر از اینا داده شد و اول باید جای باشه که اینا صدای خود با دنیا برسانند. تا بال هیچ چیز ندارن. من نمیگم که اینا باید سرمو مرای سوخته سرمایه گذاری بکنن، بلکه تعداد افغانایی که اینا هم وطن دوست هستن، هم پاک نفس هستن، هم متخصص و مسلکی هستن، هم تکنوکرات گفته میتونه میشانه، هم خیانت نکردن به وطن زیاد است. حتی در داخل افغانستان زیاد است، حاجت از بیرون نیست. بخوان از داخل افغانستان متخصصین، بخوان هم مردم دانشمند هستن، وطن دوست هستن، هم افغان هستن که هم نرفتن وطن خود را ترک نکردن، تعدادشان زیاد است. بخواهند که از اونا بشیرن بشنن گپی از اونا را که چی میگه برشان. تشکر آقای زمیه زوی، خوش آمدین به بس. چی فکر میکنین که حالا این نشست و هیئتی که از سوی حکومت سرپرست رفته در قطر و با نمایندگان ایالات متحده دیدار میکنند پر اهمیت است و مهم است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد سبخ بلار سرطاست ده قدرمن ورور پایگیر صاحب ته او درون میلمه ته او د نور تلویزیون ټولو همکارانو ولیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. داسې ده چې یو خو ده که مونږ د ټول توقعات فقط په یوه ناسته پسې وتړو چې دغه یوه ناسته دې زمونږ د ټولو مشکلاتو حل یو جوګه واوسیږي، خو نه، داسې نه ده. خو اتمن د مشکلاتو په اوروالي کې به خپل رول ولري او ناستې ډیپلوماسۍ، مذاکرات، تفاهم او مشکلاتو یادوري د خپل کول شي چې هغه چالشونه او هغه مشکلات حتی راکم کړي، او یا هغه فکری تبادلات چې په کوم فکر باندې دوی پرونو، یعنی فکر تغییر خوري، لکه څنګه چې ملي ګټې تغییر خوري همداسې فکر هم تغییر خوري. کیدای شي لکه اوس څنګه چې مونږ بار بار وایو چې مونږ پرون د امریکې سره په جنگ کې ملي ګټې نغښتې وي، یعنی زمونږ ارزښتونه هغه در نغښتې وو، خو اوس ملي ګټې په څه شي کې دي؟ په تغییر شولې، اوس د په تعامل کې نغښتې دي. نو فکر هم تغییر خوري، فکر هله تغییر خوري چې د فکر تبادلات منځ ته راشي، مشکلات او موضوعګانې وغږېږي. خو اصل
د توماس ویسټ مون اکثرا د دوی د امریکای خواخوږي او همدردی حقوقي بشر حقوقي زنان هلته د دوی ډیر په وریاد شي چې مونږ څومره لیدلې دي چې کله افغانستان د چین سره کې قراردادونه شي او یا داسې پوه شي چې دغه تله بل طرف ته درنیږي او یا زما د آسیا نه پښې سپکېږي نو بیا ډایرکټ دته بس د حقوقي زنان ور په یاد شي حقوقي بشر ور په یاد شي او دا د لپاره یو خسته او ډیر ښکلي معقوله هم پیدا کړې ده او یعنی حسنه یوه کیسه ده او تقاضا ده غوښتنه ده په هغې کې نور خپلې غوښتنې او خپلې ستراتیجۍ او پالیسۍ پکې پلي کوي مطرح کوي په شکلو دا اشکالو ګوري نو په اوس هم لکه د دوی کتنه دلته د مسکو فارمټ ته غوښتل د اسلامي عمارت نمایندګان او هلته یعنې د هغې نه وړاندې او بیا د چین او د روسیا کوریا ته تګ ته په خپله یعنې دوی اړ کوي چې دوی هم راشي وغږېږي او د دې سره د افغانستان د اسلامي امارت پیله متوازن او بطرفه سیاست د خپل مصاحب د دې چې دوی راشي دوی د فشار په ځای دوی د سیاسي حربو لټولو په ځای د تعامل لار خپل کی تر څو د اسلامي امارت سره وغږیږي او هغه مشکلات او هغه جریانات هغه ور سره ووي او دا یو حقیقت ده دا یو واقعیت ده افغانستان د اسلامي امارت داسې واقعیت ده لکه د لمر سترګه دا به هېڅکله پټېږي نه او بل داسې الټرنیټیو داسې بدیل مونږ نه لرو اوس چاته ورسو چاته یعنی اوس کده په دا فکر باندې شي چې زه د دغه دولت بیخي له منځه یوسم څوک راولي څوک شته داسې چې هغه مونږ یعنی ورته رامنځته کړي مجبور ده یعنی د نړیوال که د زړه نه نه وي د مجبوریت نه هم باید دی دغه قدم واخلي خو ښه خبره دا ده اوس د دې لپاره چې اوس د داسې ناستو نه مونږ څنګه ځان ته نفر راوړو څنګه ګټه راوړو دا به الله خوند کړی وای الله به دی ته مونږ ډیر دستور لرلی کله چې مونږ لکه د دوی چې کوم یو شعار د ښځو شعار ده چې د ښځو حق دا د دوی لومړیتوب ده یعنی بیخي ډیر د نوره کیسې هم چې تړلي خدای بیخي په سر یعنی د سروکه همدغه تواوی را تواوی د دې لپاره یو څه داسې مونږ کړی وای بیا به ډیرې لاسته راوړنې ورسره وای هغه ده چې لکه د ښځو کار او یا د مکاتبو مسله کې حداقل جزئي اصلاحات مونږ راوستي وای لرلې مای دغه غونډې ته ودې په ناستې ته ورتللی دا به بیا مونږ سره به ډیره همکاري کړي. آماده است که هیئت از حکومت سرپرست گفتگو کنه و به نتیجه و تفاهم برسه؟ یوه ناسته ما مخکې اشاره ورته وکړه چې یوه ناسته نشي کولی چې مکمل هغه توقعات مونږ لاسته راوړو چې کوم څه مونږ په زړه او په ذهن کې لرو خو د اوروالي لپاره یو ګام ده ګورئ دغه ډیپلوماسي دا د بهرنۍ سیاسي اړیکو نظمولو ته یعنی چې کوم لقب کارول شوی ده نو دې لپاره غټه حوصلې خو د دې سره سره یعنی هغه ضروریاتونه باید ته تعریف او پیژنګلي ولرې چې اوس د امریکا څه ضرورت لري ما سره څه ده په منطقه کې چې شی ده او د هغې حیثیت چې شی ده هجمونیک پاور ده د هجمونیک پاور آیا فقط دې ته غل ده چې د دې ځای مدن دغه زمرود او یاقوت او تیل او دغه شیانې په نظر کې دي که نه سیاسي او باورونه واقع دي د هغې په نظر کې دي د روس سره څنګه د معامله او د چین سره څنګه د کیسه اوس دې لپاره یعنی دغه باندې هم خبر کول دا هم یعنی ضرور ده چې ډیپلوماسۍ لپاره ته باید دغه شیانو پیژنګلي هم ولرې چې اوس یو چاته ورځم چا سره کینم د هغې په مکمله معنا تعریف ولرم بیا څه کولی شم چې یو څه د هغې نه لاسته راوړم اوس که داسې نه فقط دغه خپل کیسه باندې سپور ولاړ وم او د ده هیڅ نوه کیسه نه مطرح کوم نو ډیپلوماسۍ دغه دا چې څه راکوي هر څه وخت سپاس امین زوی صاحب آقای پیگیر حالا نشست فارمت هم چند پیش روسیه اعلام کرده بود که از حکومت سرپرست دعوت شده و قبل از او ایالات متحده حالا در قطر با هیئت حکومت سرپرست دیدار میکنه بر سر مسئله افغانستان حالا چی جریان داره و چی چیزی است که حالا کشورها میخواهد تعامل هر چی زودتر با حکومت سرپرست داشته باشه ببین خواهی چند موضوع را میخواهم روشنی پرتم این باید با گوشت پوست همه جهانی ها و مردم افغانستان بفهمند که طالبا به یک اجماع بین المللی به قدرت آمدند همه کشورهای بین المللی همهش یا خوش بدن و یا دست خود بالا کدن که باید اینا قدرت بگیرن اینی هیچ وقت فراموش نکنین ما یاد میاد که مو یک و نیم سال پیش یگان تا احمقانه پیش امریکا میدوید که مرا سلا بده که به طالبا رو بزنم عزم نکده بودم خود رهبران میگرفتن و جهان تغییر کرده ببینید بسیاری ها
دوستای ما شاید نظر داشته باشه که ما میتونیم مناسبات خود هم با کشورهای غربی هم با کشورهای شرقی مثل زایرخان و حفظ بکنیم، ولی امروز ناممکن شده. نمیگم نگفتین چرا؟ تا دیروز مثلا زایرخان اگر بگرام همراه روسا قرار داد کرد، قندهار همراه امریکایا اومده و کمک میکردن، ولی حال افغانستان تغییر کرده. امروز میخواین بگیرن، نمیتن. بدبختی ما داریم اینجاست. اگر گب دادن نرم میبدال وقت کلشان نقب نشیدی میکردن، ولی امروز همه چشمار دوختن که چوبونه از ما بگیرن. بنان ببینین چینه سابق اگر مثلا اتحاد جماهیر شوروی بود، پیمان وارسا بود و ناتو بود، ولی چین یک قدرت جهانیست، روسا یک قدرت جهانیست، هند تقریبا یک قدرت جهانیست. منان جهان چند قطبی شده و ما تا به حال و 20 سال جمهوریت خوب بلاده پس معلوم بود که مزدورای همو غربی ها بودن، ولی دی دو سال ما میخواییم که یک تعامل با تمام دنیا داشته باشیم، ولی دنیا مشاری اول مسکون ها میخواییم بگیرن هر کدامش گرگ وارششته. مجبور است دنیا پالا تعامل داشته باشه و بدیل ندارد، راه دیگه جز تعامل با ببینید خب مجبوریش در کجاست؟ ببینید باور داشته باشین اگه اجماع بین المللی نبود در افغانستان آرامی نمیشد. اینو باور داشته باشین. جهان چرا میخواهد افغانستان اینمی امنی که امروز است باید باشه؟ چرا؟ بخاطر اینا 60% لیتیم جهان پیش ماست و لیتیم هم میفهمین که امروز همه جهان میخواهد که موتورهای برقی تولید بکنه و لیتیم پیش ماست. یک اجماع شد که باید اینجا امن باشه و هو آده 100% همین میایه که اینا بتانیم ما بتانیم مثلا که یک موضوع خود با چین قرار داد کنیم، یک موضوع رو با امریکا، یک موضوع رو با روسیه، با هند قرار داد که به نفع ما باشه و اونا بهره ببرن. کی؟ از این خاطر ما همیشه میگیم که یک حکومت مسلکی داشته باشیم که اونا ما اینمیار تقسیم کده بتانیم. ببینین یک آنت شاید بگوید که والا چی میگه پیگیر، ما تکنولوژی ما کده بیل نمیتونیم 100 کیلومتر دوم که زمین بریم بیل زده بریم باز یک روت الماس یا طلا را بکشیم، این ناممکن است. ما نداریم اون تکنولوژی را. این تکنولوژی را مو کشورهایی که مثل ژاپن و روسیه و امریکا اونا دارن که ما باید اونا را سهیم بسازیم. این کل دنیای کار کرده تا که دیگه در وطن ما جنگ نشه. سپاس آقای پیگیری. تشکر آقای اطمر. فکر میکنین که حالا این نشست و این گفتگو که قرار است در قطر برگزار شود، چالش های موجود و گرگوش های معزل کنونی افغانستان را تا جای حل بکنند؟ من به این باور نیستم. خدا کنه که همونطور شوه قسمه که شما گفتین، اما تجربه ایتو نشان داده که این نشست ها بجز از این که بر مردم یک تابلت مسکن باشه و همون اصطلاح خواسته های مردم آرام ساخته بتانه، چیز دیگه به دست نمیاره. و بازی بزرگ است. بازی عرض پیشتر ما بود که بازی رقابت های منطقی و دنیا است. امروز شما ببینید در منطقه چین داره به یک قدرت اقتصادی بزرگ جهان تبدیل میشه و چین زیاد علاقه داره که در افغانستان سرمایه گذاری بکنه یا به اصطلاح در منطقه سرمایه خود به کار برده، ولی رسیدن چین به این هدف ناممکن و یا غیر ممکن است. بخاطر از اینکه شما میبینید زمانی که اینمی یک راه و یک کمربند 10 سال است که جور کرده یا زیادتر، تا گلی موفق نیست و هر از گاهی
ای تخریب میشه، سر از اینا حمله صورت میگیره. این 2 سال است که امریکایی ها به اصطلاح از افغانستان رفتن، ولی که نه روس و نه چین اینجا عملا به سرمایه گذاری پرداختن، به خاطر از اینکه اونا میفهمند و امریکایی هم اینا را نمیماند که سرمایه گذاری بکنند. به مجرد که اینا سرمایه گذاری بکنند، اینطور حوادث به وجود میاد که اونا را میترسانند. این با گذشت 2 سال امریکا، ببخشید، روسیه و چین تا حال نتانستن قدم به اصطلاح پیش کنند به افغانستان. مرزی که اونا ایتو فکر میکنند که افغانستان یک تلک است مرز اونا، که این تلک توسط امریکایی ها گذاشته شده و نشوه که اینا یک دفعه در این تلک بند بمانند. و همونطور هم است. من که فکر میکنم شما حوادثی که در پاکستان جریان داره ای به تاثیر با حوادث افغانستان و منطقه نیست، و سرنوشت خود پاکستان رو میبینین که در این 2 قطبی بودنش که یا به طرف امریکاست یا به طرف چین است، پاکستان چقدر ضربه خورد و پاکستان هنوز هم نمیتونه که مو وضعیت خود نرمال بسازه، بخاطر ازی که هنوز پاکستان موضع خود روشن نکرده که پاکستان در کدام قسم قرار داره، این شرقی یا غربی. دیگه مشکلی که ما داریم این است که ما مثل که دوستا گفتن به یک سیاست ملی محور ضرورت داریم، به یک سیاستی که ما را از این تقابل دور نگاه کنه. ما اینطور یک سیاست را کار داریم که در این بازی های منطقوی و بازی های جهانی و این رقابت های جهانی نریم، ولی متاسفانه اما موقعیت جیوستراتژیک و جیوپولیتیک افغانستان طوری است که همیشه در طول سالها از 100 سال، 130 سال، 150 سال به این طرف افغانستان در این بازی شامل است، به خاطر از اینکه افغانستان یک کشور ضعیف است و هر طرف قوی میتونه افغانستان به نفع خود به کار ببره. شما اگر ببینید اینمی 2 امپراتوری انگلیس و روس که بود مثلا پیش از بوجود آمدن هند و پاکستان، اینجا هند برطانوی بود و طرف دیگه روس تزار بود، اینا در تقابل بودن. افغانستان یک کشور بود حائل، بفرزون بود بر از اینا. ایران در مو وقت هم یک کشور قوی بود، هم از نظر نظامی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی. در ایران همی تحولات چندانی که مثل که در افغانستان آمد اونجا وجود نامد، ولی افغانستان قربانی نمی رقابت هاست و تا هنوز هم اونمو رقابت هند برطانوی تبدیل شد به رقابت های انگلیس و پاکستان و امریکا و هند و مثلا روسیه و چین، و اونمو بازی ادامه دارد. اینجا ما رهبری ضرورت است که افغانستان نجات بده از امی رقابت های منطقوی، از امی رقابت های جهانی و از امی رقابت های قدرت های بزرگ. تشکر آقای اکبر. آقای میزوی چی فکر میکنین در شرایط کنونی که حالا پیچیدگی ها بیشتر است و آقای اکبر به اشاره آب داشت که افغانستان به نحو تلک است به خاطر چین، روسیه و کشورهای دیگه که ایالات متحده او را به جا مانده، آیا خوشبین هستین به این نشست؟ محمد صاحب، طول اول خو مونږ ته اوس چې کوم مشکل جوړ دی و یا جوړیږي، هغه د دې لپاره نه چې مونږ چا سره په طرف کې واقع کیږو، بلکې د دې لپاره چې مونږ ولې په طرف کې نه واقع کیږو، ولې زمونږ بې طرفه سیاست غوره کړی ده. مخکې ډیره ښه اشاره ورته وشوله چې د ظاهرشاه په وخت کې د افغانستان که څه هم د غټ او بر قدرتونو نه پټ ساتل شوی او حبزم ساتل شوی، خو اوس دغه سی یو دور، داس یو اثر رسیدلی دا چې خصوصا د دریم درجه هیوادونو ته چې هغوی ته بعضی مسولیتونه خود به خود پیدا کیږي، د باغی سره هیڅ نه وسروکار نه وی لرله. په یو کیسه کې یو خبره کې خود دل پر به هغه مسولیتونه جوړ وی دی باید ادا کی، دا د دریمه کټګوري هیوادونو لپاره. په دغه عرصه کې مونږ باید تر حد الامکان یعنی حوصله ورته پست نه کو، خپل حوصله ونه بایلو، بلکې دغه خپل متوازنه سیاست برقراره وساتو.
که چه هم فشارونه بم راځي، ګوتڅنډنې بم راځي، سیاسي حربې بم یعنې استعمالېږي، دا څه به استعمالېږي، خو باید مونږ خپل حوصله ورته د لاسه ورنکو. او یوه ناستې لپاره باید مونږ توقعات هم دومره یعنی رامحدود هم نکړو چې په یوه ناسته باندې هر څه حل کړو. خو یوه خوشبیني د افغانستان لپاره زه ځکه ګڼمه چې که څه هم په امریکا کې د میک مکال په نوم یعنی هغه بیخي د یعنی د اسلامي امارت یا د افغانانو سره کېناستل دا په خپله یعنی یو جرم ګڼي، که یو خیانت او یا څه دغسې، یعنی په خپل دا د دوی یو یو دیموکوشزم یوه کیسه چې مطرح کوي، دغه د عوام فاریبۍ او یا دغه نورو شیانو لپاره په دغه کیسه د هغې باوجود بیا هم دیموکراتان هڅه کوي هر هغه سیاسی او حربی شکست چې دوی خوړلی ده او مخکې انتخابات هم را روان دي د هغې لپاره به اتمن داسې یو څه لاسته راوړنه باید دوی وښایي. اوس مونږ ته پکار دي چې د دې وضعیت نه باید پیژنګلی هم وکړو، درک وکړو، او مونږ هم حداقل داسې بیخي سخته هم ونه نیسو چې بس ووایو چې نه کار څنګه وي، هغه څه هم چې نیولې ده همغه به مني. لږ به ورښه کېږو مونږ، اوس نوره دی خپله راښه کېږي، ځکه چې هلته وضعیت همدغسې ده. خو که دغې نه مونږ درک وکړو، ګورې د تیر د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د هند برټش چې و په هغه برصغیر په هغه وخت کې د دې لخکرکشۍ دا شیان زیات شوي وو، هند هغه برټش بل طرف ته مصروف شوی و. نو دغه د هغې ځای ګورنر خپل مشر ته خط لیکي، ورته وایي چې مونږ هغې طرف ته مخته یو، دې طرف ته هم د مشکل لږ زیات دي، که نه دوی سره د کیسه څنګه کو. هغه په خط کې ورته لیکي، یعنی غوښتنه یې کړې وه زمونږ نه تعریف لرلو، که نه ورته لیکي وي چې اف د آسټ، که چیرې دوی پوښتنه وکړه یو ځای ده ارازي دا وي چې که د هغې ځای پوښتنه وکړه بیا دا کیسه ورسره مطرح کړه. نو ډیپلوماسي کې ګټه ته هله کوی شي چې ته د مقابل جانب د ضعف نقطې د ضعف نقطې او د دغه دا ټولې ولري. سرپرست آقای میزو فکر میکنین که موفق است و توانا است و میتونه که وضعیت را به نفع خود تغییر بده؟ محمدی صاحب که څه هم تر یو کال تر څوارلسو میاشتو پورې زمونږ ډیپلوماسي مونږ لیدله، همدا اوس هم یو څه فیصد کې مونږ ښي لاسته راوړنې لرو د بعضې مملکتونو سره، سفارتونه، کنسلګرۍ، ډیپلوماتان، او تګ و راتګ او خبرې دغه شیان دا لرو. خو دا بسنه نه کوي، خو که زمونږ بهرنۍ یعنی دغه ډیپلوماسي ټکنۍ کړي ده هم هغه بعضې داخلي چارو، که څه هم هغه زمونږ داخلي مسؤلیتونه دي، خو داسې چاره داسې عمل مونږ نه ترسره شو، نه سم مدیریت وشولو چې زما داخلي کیسه هغه یې راواخیستله په بهرنیو سیاستونو پسې وتړل شوه. یقینا زه یعنی دغه مثال د پخکاره ورته هم دا د مکاتبو مسله ما ورته بار بار په دې باندې ما ویلي چې اوس که دغه مکاتب دوه ورځې درې ورځې مخکې ما ویلي وای د خپلو خورګانو لورګانو ته چې تاسو مه راځئ، یا امنیتي مشکلات، یا نسبي مشکلات، یا شرعي مشکلات، یو مشکلات خو بس مشکلات دی، مشکلات به درته په ډاګه شي، درته وبه ویل شي. نه داسې ونه شو، بلکې د مکتب دروازې ته راغله، دروازه بنده شوه، ورته وویل چې زه ورځه. یعنی دا په خپله ګوره لکه څوک چې یعنی مخکې تیر دیم داسې دور کې وخت را تیر کړی وي، د خپل سلطنت داسې را تیر کړی وي چې تالیک 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 سکوت، اوس هم شروع په تالیک باندې شوله، په تعطیل باندې شوه، تعطیل به اوس ده. یعنی ګوره د داسې وضعیت سره ته خو هم باید حداقل لږ د افغانانو نه په دی کې شل کاله ته نه وي، بیا شل کاله بعد راغلی، په شلو کالو کې یو هلک پیدا کیږي، ستریږي، حتی په دې اوسنۍ جامعه کې دی حتی رسیږي چې هغه پلار ته مشورې ورکوي، د پلار کیسې ته سم غوږ هم نه نیسي. خو په داسې فضا او په داسې وضعیت کې نو د دې خو مطابق باید ته مزل ورسره وکړې، که نه مونږ نه وایو چې ته اصلاحات مه راوله، مونږ نه وایو چې ته یعنی دغه چاره دې باید بد دې وکړل چې دا چاره دې وکړه، خو دا وایو چې د بد دې وکړل بې وخته دې وکړل، اصلاحات دې را نه وستل، کیسه مشکل دې اوار نه کړل، یو ناڅاپه دې کار وکړو، اوس په اصلاحات، اوس په هغه باندې ور روان یې. اوس سړی یو کیسه خو مخې ته بې دغې هم را روانه وه، کیسه وه را روانه وه،
خو کتا خپل عزت هم غوښتو د افغانانو عزت به دې هم غوښتو داسې پناه او پرده کې به دې کم کم اصلاحات به دې راوستله هله 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 چې لږ دې ذهني او فزیکي او چاپېریالي د ټول اصلاحات دې راوستي وای حداقل جزئي دې راوستي وای هغې نه بعد دې بیا دا کیسه پېره شروع کړې وه مثمره به هم تمامه شوې وای ګیلهمند به هم نه وای څوک نارضایتي به هم نه وای خلکو به نوره په دې خړو مایو کې به ځان ته مایان هم نه خړو اوبو کې به مایان هم نه سپاس برمیگردن آقای پیگیر فکر میکنین که حالا مسیر نامعلوم حکومت سرپرست را دو طرف بتانه که دستاورد داشته باشه و مسیر را معلوم بکنه و چالش ها را برطرف بکنه و آیا با وجود محدودیت ها و پیش شرط جهان در باب حقوق زنان و همچنان تأکیدی که بر محدودیت ها داره اگر پا بر جا باشه همین گونه آیا نتیجه نسبی را به دنبال خواهد داشت؟ هرگز نه. ببینین مسیر باید ما خودمان انتخاب بکنیم. افغان ها که بدبخت شدن اینه می که ایده طول 100 سال است که مسیر دیگر ها برای ما انتخاب میکنن. هر مسیری که انتخاب کرد افغان ها حکومت پیش مردم از پشت شوان هستن در چا مفتن، در رد مفتن، از کوپا هم مفتن و هیچ کسی رو نمی سنجه. همروز باید مسیر ما انتخاب بکنیم، نه خارجی ها به ما. اون ده می ایران موندیم که حالا چرا افغان ها مسیر انتخاب کردن؟ میبینین خب حالا یک قصه میکردم خب باز نشک دوستا خفشان کتا اگر بگیم نقای بگیم میبینین خب ما باید جوان شده باشیم دیگه سر عقل آمده باشیم از این دیگه نجات پیدا کرده باشیم که یک نفر دست ما رو بگیره طرف مکتب ببره یک نفر دست ما رو بگیره طرف کار ببره یک نفر باید ما حال بالغ شده باشیم ولی ما به این کارهای خود نشان میدیم که هنوز ما طفل هستیم بالغ نیستیم بگیره دستک ما رو از یک دست پاکستان بگیره از دیگر دست امریکا بگیره از یک دست ایران بگیره چهار دست چهار پای هرسو که بردنیم ما ولی مسیر باید افغان ها خودشان انتخاب بکنن ما کجا میریم جایگاه ما در کجاست؟ ما خود ما چی میخواییم؟ مهمی نیفاییم یعنی ما چی میخواییم؟ باور کنین خب هم رهبری امارت اسلامی هم عمر و سبا دیوانه خواد شد و جامعه جانی هم همه گیره ها را گم کده همه گیره ها را گم کده مکتب خلاص مکتب بند پانتون خلاص پانتون بند همی جهانی ها خواهد چه خواهد گفت که کدام مردم ما گیر آمدیم مکتب رو باز کنی نمی کنم فانتون رو باز کنی نمی کنم دکترم کار دارم روان کو از ترکمنستان از پاکستان زنهای ما رو تداوی کنی یا نیمیش در پاکستان بندیس به نام تداوی که میره نیمیش در ایران غرق است هیچ جهان ما خود ما خود نشناسیم این جهان ما رو چه قسم بشناسیم این سفرهایی که میشه پیشتر هم بر شما گفتم نی باور کنین خب یا میخواین که نیمی بیچاره متقی دمی تیارت ریشکش سفید شده برو بیا برو بیا برو بیا هر دفعه که میره از این سویر من لستکش کده شست مطب باز کو حکومت هم شمول پانتون باز کو حقوق بشر چار پنج ماه است و از این سویر که میرم میبین ما شما که خانه یک نفر میریم یک توفگک میبریم حداقل یک کیلو کلچه زیر قول خود میزنیم اما ترس نه ما دست خالی بریم دست خالی حالا خب آمادگی بگیرید او برادر حداقل اوجا برین با یک ورقه خودستان باشه که ما اینی کارا رو کردیم یعنی فرمایش سه ماه پیش داده بودید تاکید همیشه برای امنیت بوده برای فساد در ادارات دولتی بوده و همچنان تاکید های دیگه بوده ببینید حالا ما تا بیروز قیامت بگویم امنیت هست امنیت هست امنیت هست امنیت خب کل دنیا میفهم امنیت هست خانه تان آورد حالا برالاوی امنیت حالا به اقتصاد جور بکنیم بیا این که این دیزی وطن جور بکنیم خانه تان آباد امنیت هست کلیگی میگه بین ما نمیگیم که دستاور نداریم ما سر موضوع بس میکنیم که برای مردم افغانستان حیاتی است حالا یک بار پیش خود امی امارت اسلامی افغانستان دیگه این مکاتب اینه بند این آینده ما چه خواهد شد امی دکترهایی که دمی شفاخانه ملاله زیجانتون است و دیگه شفاخانه است یا پنج سال بعد تقاعد بگیرم برم چی کنیم چی کنم
سره میخوایی حداقل یک فکر بکنن. پس کل چیز مسیر دست ماست، ما باید مسیر انتخاب بکنیم. ما مسیر نداریم که جامعه جهانی ما را مسیر نشان میتنه. ما خوی اگرار را بر از ما بگیم که ما این روان هستیم طرف پاکستان، طرف ایران، طرف روسیه، اینی رای ماست، ما روان هستیم. که حداقل اگر بتانن دمرای ما را یک خیر بکنن، یک درخت بزنن، یک بوتر بزنن که ما بروی نفتیم. ولی ما هم نمیفهمیم کجاست. چهار قدم بوسه میمانیم باز پس میایم، هشت قدم بوسه میریم باز، نه قدم بوسه میریم. ما هم راه گم شدیم. باور کنید دبی بسا هر روز که ما میاییم ما راه گم شدیم. ما هم که وضعیت میبینیم ما هم راه گم شدیم. باید امارت اسلامی افغانستان، خب اگر من آقای ایوز آقای متقی باشم، باور کنید حداقل سه چهار نفر افراد اشخاص بی طرف امرای خود ببره، ببره موجه. اگر حضرت ما همی چیزی که میگن یاداش بگیریم بیاریم بر رهبری امارت بگیم یا از خدا اینی رو نکنی روزگار مازی که خراب میشه. باز میاین پیشتر اول من گفتم که زمینه رو افغان ها همیشه مساعد ساخته، بده سر تانک اولشان بده، سر تیاری اولشان بده، سر اسب هم افغان بده، افغان پیش بده، خارجی از پشتش. و امروز هم همون سروان هست. فردا من از کدام روز میترسم؟ باور داشته باشین که باز تیارا پیش و تانک ها از پشتش. چرا این مردم اولاد خود در مکتب نیمان؟ بله، سابقه میکش به نام توریست سبه روز بگو یا کسایی هستند که اولاد خود از مکتب کشیدن یا باید بمرن. برمیگرد مقای پیگیر زنده باشی. آقای اتمر، حالا چه فکر میکنن که سرنوشت آینده افغانستان قسم که آقای پیگیر تحلیل کرد با وضعیت که موجود است، حالا میشه که جهان به یک روی کرد مشخص دست پیدا بکنه و به نحو ناراضی تر شود و روز شود که از افغانستان دلگیر شوه و یک اقدام دیگر را بگیره بر روی افغانستان؟ اصلا ما به این باور هستم که ما باید یک شنونده خوب باشیم. نقص افغان ها اینمیست که شنونده خوب نیستن، یعنی گپ را که مشنوان او را تحلیل نمی کنن، او را سرش فکر نمی کنن که اینمی گپ که نفر گفت ای به فایده ما گفت یا به نقص ما گفت. ای یک مشکل ماست. شما تمام میزای مدعوه را در رسانه ها تعقیب بکنین، 99 فیصدش اوی گپ را میزنه مثل که اینمی سه نفر ما میزنیم و اینجا گوش شنوان نیست، کسی را نمشنوه و عواقب از این را فکر نمی کنن. ما زیاد اینمی گپ پیگیر سه به او معتقد هستم که شما زمینه و فرصت بر دنیا مساعد نکنین که اونا باز کدی لاو لشکر بیاید در جانتان. و ای را ما میفهمیم قسم که شوروی ها در افغانستان بود، اونا ما همی گپ همی زدن که پای شوروی پای فیل است دیگه، پای فیل کس از اینجا پس کده نمیتونه. اما دیدین که پای فیل در اینجا شکست رفت و بعد از او شاهد از این بودیم که امریکایی آمدن 20 سال در اینجا کشتن و بستن و بردن و هرچی که کردن. هم همون کسایی که زیاد زیر بال از اونا می رفت. آقای اتمر، در 3 ثانیه فرصتی که باقی مانده، حالا با شما چی باید شود؟ راه حل را شما چی می بینین در کوتا اگر با شریک بسازید؟ رای حل ایست که اول طالبا که دیمی خود افغان ها بشینن که دیمی داخل امی چیز فهم، متخصص، دانشمند، امو مذهبی، علما امی ها را جمع کنه. برادر اول مشکل ما در وطن چی هست؟ 1، 2، 3، 4 بیکاری است، تعلیم زن هست، مثلا انکشاف است که چطور ما میتونیم سر از این به توافق برسن. چطور میتونن اینا حکومت خود مشروع بسازن؟ امروز همین حکومت از اینا در داخل مشروعیت نداره، در بیرون هم نداره.
به این که دی مردم سپاس بشینین آقای امی اتمن. مسئولیت دان از مردم بگیرین، تشکر. حکومت جور کنین بر بنیاد قانون که قانون قوی قضایه داشته باشه، قوی مقننه داشته تشکر باشه، آقای قوی اجرایه اتمن. داشته سپاس باشه، گذارستم. یک پارلمان داشته باشه، یک چیز باشه که مردم شما را بگه این شما یک حکومت هستید. تشکر. سپاس. آقای امیزوی پالا نی مشروعیت داخلی داره و نی مشروعیت جهانی، حکومت سرپرست با باور آقای اتمر چی باید شود؟ راه حل شما چی میبینین که دست پیدا بکنه به مشروعیت؟ خیلی کوتاه. از دغه د مشروعیت باس ته کور شو دغه باس به لږ اوږدې کې فکر نه کوم چې وخت موږ سره یاري وکړي، خو رزم په هغو مسایلو ته باندې غږېږم. هغه ده چې اسلامي امارت باندې بار بار مونږ غږ کړی چې د خدای لپاره کوشش وکړي، یو خو ګورئ دغسې دا د علم په دې وخت په دې عصر کې مونږ په دې باندې سره قسم روانه کړي د خپل وخت ځای کوو چې علم فرض واین او فرض کفایي ده یا نه ده. که نه علم علم د وورو را علم ته د علم په سترګه وګوره، دینی او عصري دغه به بیا پسته یو ځل د علم حاصل کو، علم دې حاصل کو، پسته بیا معلومه وکړه. نو اوس دغه عصري علوم داسې نه دي چې هغه دینی پسې تړل شوي نه دي. ټول اول دغه قلم دا په عصري علومو جوړ شوی ده، عصري علوم جوړوي د دې یعنې په دې کې ښه قلم او یا دغه کاغذ چې تا ته راځي، د کاغذ درته راغلی، د هغه تلویزیون درته راغلی، د موبایل درته راغلی، په هغې کې حدیث شریف د ترجمې سره او دغسې نور ډېری مسایل دي چې هغه د عصري علومو په توسط یعنې همغه دي د دیني علومو نور هم رشد ورسره کړی، نور هم یعنې ښه سپریډنګ کېږي. نو دغه شیان دغه باس مطرح کول او یا دا د نکټایو باس مطرح کول چې دا قتل واجب ده او څه شی دي او څه نه دي، زه وایم چې راځئ د دې نه ډډه وکړئ، راځئ دغه د خپل مشکلات دې ته لومړیتوبونه دا کټګورایز کړو، لومړیتوب ورکړئ چې اوس افغانستان څنګه وکولی شو اول په دغه سي یعنی په داسې د رقیبانو په منځ کې څنګه وکولی شو چې د خپل د کوم اسلامي لخکر اسلامي شوار او اسلامي نظام د خو یو ځل لږ محکم کو پایدار خکړی شو. همدا اوسه پورې ته یعنی هوایي حریم دی یعنی د تجاوز نه خلاص نه ده او ته راځې یعنی دغسې نورو شیانو ته مطرح کوي پلي کوي. نو زه وایم چې په کورنیو دندو ته متوجه دي شو، هغه دې ترسره کړو، بیا به نورو کیسې ورسره کړو. آقای پایدیر، رای حل؟ رای حل اجماعی ملی. ما هر وادی که امارت اسلامی افغانستان ایره بپذیره که در ایجا حمیدزای سیوام هست، اتمر سیوام هست، پیگیر هم هست، دگه مردم هم 40 میلیون دگه هم هست، اونم اوست که ما به طرف یک آبادی و آزادی میریم. بدون از او اگه هر کس دمی هر درای بگه منم و به سرنوشت نیم 100 سال پرسان کنن کی در کجاست، بونم او سرنوشت گرفتار میشه. بیاین که مردانوار بشینیم یکی دیگر را بپذیریم، با خدا که یکی دیگر را والله تا که اون اونوایی که فراریست اونوا را نپذیریم، ما نیس افغان که نمی افغانم از باید در نمی جا زندگی کنه و نمی جا حق زندگی را داره، حق رای داره، حق زیر داره که وزیر باشه، رئیس باشه، تا کنم اون را برش نکنیم ما نمیتونیم که کشور آباد و آزاد داشته باشیم. و هیچ مردم بی سواد در هیچ زمان آزاد بوده نمیتونه. ما ناق میگیم که ما آزاد هستیم، این قلم هم که از پاکستان آمد ما آزاد نیستیم، ولی ما کشور مصرفی هستیم که حتی چای و گیلاس و گوگرد ما از خارج میاد. سپاسگزار هستیم از مهمانانی که در این بحث با ما اشتراک داشتن، آقایان هر یک محمد ساقع اتمر استاد دانشگاه، محمد سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری افغانستان و دکتر عبدالصادق حمیدزوی آگاه مسائل سیاسی. و از شما بیننده ها که تا این دم برنامه را بیننده بودین، وقت بخیر، خدا نگهدار.